بله عزیزان، همونطور که بهتون گفته بودم بعد از این کلیپی که دیدین، حمید تقوایی اینجا هستن و میخواستیم سوالای شما رو با حمید تقوایی، لیدر حزب کنس کارگری ایران در میان بذاریم. حمید تقوایی، شما امروز در استودیو بودین و امیدوارم برنامه رو دنبال کرده باشین. ما یه 3 ساعتی در خدمت مردم بودیم و عزیزان خیلی با شور و شوق فراوان زنگ زدن و صحبت کردن و سوالاتی مطرح کردن در رابطه با اینکه مخصوصا چیکار باید کرد، چجوری اینو باید پیش ببریم و اینا. دوست داشتیم نظر شما رو در این رابطه بدونیم. به نظر من سوالایی که مردم کردن یک واقعیت اولا نشون میده، اینکه واقعا همه میخوان آستین بالا بزن و کاری بکنن و این مهمترین عامل تو شرط سیاسی ایران هست و به همین خاطر من فکر میکنم واقعا میشه پیروز شد، میشه همون بلایی که به سر مبارک و بن علی اومد به سر خامنه‌ای و کل رژیمش هم بیاریم. به نظر من تو این شرایط، در این حال بعضی از مردم تلفن میزدن میگفتن این رژیم خیلی وحشیه میزنه، امروز مثلا درگیری ها زیاد بوده، میدونیم نیروها رو دیگه با اسلحه گرم به خیابون فرستادن، این هم یک واقعیته. به همین خاطر من فکر میکنم تو این شرایط اون شیوهی که واقعا میتونه مؤثر باشه اعتراضات شبانه است و به خصوص شعاردهی بر پشت بام ها. این حرکتی که خاص مبارزه در ایران بوده، خاص انقلاب 88 هست و این ویژگی رو باید به نظر من بسیار بهش متکی شد تو این شرایط به خصوص و بس داد. منظورم این نیست که این رو بگذاریم به اصطلاح آلترناتیو تظاهرات روزانه و تظاهرات روزانه موقوف، ولی میخوام بگم اصل حرکت رو باید بر این گذاشت. اگر وسیعاً مردم شب روی پشتوانه ها برن و شعار بدن، به نظر من هم تا حد زیادی از نظر به اصطلاح فلج کردن نیروهای انتظامی، چون دیگه در خیابون ها کسی نیست، در پناه تاریکی شب و از اون طرف کاملا نیروهای رژیم رو به نظر من میتونن بیروحیه کنن و میتونن با صدای محکمی هر شعاری که میخوان علیه رژیم بدن، بدونی که از این کوچه به اون کوچه فرار کنن یا نگرانی دستگیری یا تیراندازی و غیره داشته باشن و این به نظر من تو این شرایط خیلی تعیین کننده است. به همین خاطر تاکید که من میخوام بکنم به همین عزیزانی که میگفتن چه باید کرد و غیره، این هست که به نظر من باید شبها وسیعاً در محلات، در تهران و همه شهرهای بزرگ، لیست از شهرهایی که شما امروز خوندید امروز در حرکت اعتراضی بودن، در همین شهرها مردم باید شبها به پشت بام‌ها برن و با شعاردهی یک صدا و با صدای بلند این رژیم رو به لرزه در بیارن. به نظر این زمینه رو ایجاد میکنه، از یک طرف نیروهای رژیم رو بیروحیه کنه و از طرف دیگه زمینه قوت قلب و اعتماد به نفسی به مردم میده برای اینکه شکل‌های دیگه مبارزه رو مثل تظاهرات روزانه و غیره رو به پیش ببرن. این یه نکته است. یک نکته دیگه شعارها این هست که هدف ابتدایی این حرکت سرنگونی خامنه ای هست، همینطوری که و قدم اول همینطوری که در مصر در تونس این بود، انداختن خامنه ای بود. این دو معنی رو میده، یک باید با تمام قوا این شعار رو مطرح کرد، شعارهایی که مردم میدن انواع اشکال مختلفی از این شعار هست که جدیدترینش و مثلا یکی از جالبترینش مبارک بن علی نوبت سید علی هست و یا مرگ بر خامنه ای مرگ بر دیکتاتور که از سال 88 شعار مردم بود. این شعار به نظر من این هدف فوری مردم هست. یک جنبه دیگه هست که این گام اوله. وقتی ما میگیم مرگ بر خامنه ای یا نوبت بعد از مبارک بن علی نوبت سید علی، طبعا منظورمون این هست که کل این رژیم باید بره. مقصود اون از نوبتون هست اینه که باید سرنگون بشه، باید دستگیر بشه، باید محاکمه بشه، باید حساب جنایتاشو دزدیاشو به مردم پس بده. منظورون از اینکه دیکتاتوری رو باید بره، اینکه این دیکتاتور رو باید بره و دیکتاتوریش هم باید رو سرش خراب بشه، همونطور که الان خواست مردم در تونس است، خواست مردم در مصر است، منظور این هست که باید زندانیان سیاسی آزاد بشن، باید تمام این دم و دستگاه و این عملکرد و این اوباش حکومتی از گارد گرفته تا بسیجی، سپاهی، نیروهای انتظامی، لباس شخصی ها، این موتور سوار ها، این قمه‌کش ها، اینا باید منحل بشن، اینا باید واقعا در هم کوبیده بشه بساطه به کشتارشون و باید خواستای مشخصی که مردم دارن برای برخورداری از آزادی، آزادی تشکل، آزادی اعتراض، آزادی مبارزات، اینا باید تضمین بشه. میخوام بگم مرگ بر دیکتاتور باید معنی واقعی داشته باشه. این قدم اوله، قدم بعد زدن کل رژیمه، ولی اینطور نیست که اول دیکتاتور میفته بعد مبارزه سرینا شروع میشه. از همین امروز همین شعارها، همین خواستا،
این معنی روشن و شفاف مرگ بر دیکتاتور باید در حرکت مردم، در مضمون حرکت مردم خودش نشون بده. در حال من تاکیدم بر به خصوص در این دوره بر تظاهرات شبانه هست. در کنار این میشه دیوار نویسی هایی که میشه در محلات کرد، باز در شب میشه این کارو کرد، شعار نویسی هایی که بر دیوارها کرد و یا اکسیون های دیگه در خیابان ها منتها در محلات میشه اینها رو سازمان داد و به این ترتیب به نظر من مردم میتونن یک پارچه تر در خیابون بیان به اعتراض بپیوندن. خیلی کسانی که در روز نمیتونن در خیابون ظاهر بشن این امکانو کاملا دارن، ممکنه روز سر کار میرن، ممکنه به اصطلاح نمیخوان درگیر نیروهای مستقیم نیروهای سرکوبگر حکومت بشن، ولی در شب به راحتی میشه این کارو انجام داد و من فکر میکنم این رو باید در محور حرکت اعتراض اون در این مقطع بگذاریم. در رابطه با مسئله سازماندهی چی فکر میکنین؟ بالاخره اون یه به نظر جوانها در محلات نقش مهمی دارن و از طرف دیگه استفاده از امکانات به اصطلاح رسانه‌های جمعی، استفاده از تلفن‌های موبایل، تلفن‌های همراه، استفاده از تکست، از پیامک‌ها به اصطلاح، استفاده از اینترنت، استفاده از فیسبوک، استفاده از توییتر، اینها در انقلاب مصر، در انقلاب تونس، در خود 88 اینا نقش تعیین کننده داشت. اولین بار به 88 گفتن انقلاب توییتری، بعد این لقبو به انقلاب مصر دادن، به انقلاب تونس دادن. این نشون میده که این تکنولوژی جدید واقعا در خدمت مردم و در خدمت انقلاب مردم میتونه کار کنه. جوان‌ها اینو به کار گرفتن. من اینجا به خصوص بر نقش جوان‌ها تاکید میکنم. این اگر ما بتونیم توی اینترنت این شعارها، این فضا، این نو تاکتیک‌ها رو ببریم و بگیم، به نظر من فوری ترجمه میشه به حرکت واقعی، همونطور که در مصر شد و در همه انقلاب‌هایی که این دوره داریم. به این معنا من میخوام بگم باید این فضا رو گرفت، بعد در اینترنت از هر طریقی که میتونیم، توییتر به خصوص برای سازماندهی در جا و در محلات، سازماندهی جوان‌ها در محلات، در حسای محلی به نظر تعیین کننده است، به خصوص اگه تظاهرات شبانه، شعارنویسی در محل و حتی تظاهرات روزانه در محلات رو در دستور می‌ذاریم، سازماندهی در محلات تعیین کننده است و من تأکیدم از نظر سازماندهی این هست که به خصوص جوان‌ها در محلات دور هم جمع بشن و این اقدامات رو در دستور بگذارن و خودشون رو هماهنگ کنن با محلات دیگه در شهرها، در تهران و همه شهرهای بزرگ از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق توییتر و فیسبوک و اینترنت و تلفن همراه. در رابطه با مسئله تظاهرات‌های شبانه شما به خوبیاش اشاره کردین، ولی به هر حال یه چیز تعرضی‌تر نیست فکر می‌کنین تو طول روز مردم؟ خب مسلمه، ببینید این ما نمیگیم با تظاهرات شبانه حکومت می‌افته، ولی این قدمی است که به نظر من زمینه رو فراهم می‌کنه برای حرکت‌های خیلی قوی‌تر و وسیع‌تر و توده‌ای‌تر در روز. مردمی که در شب، شما ببینید جمهوری اسلامی برای اینکه بتونه این کارو بکنه قبلا این کارو کرد، مجبور نیروهایش رو شب به محلات بفرسته که زیاد هم معلوم نیست بتونه کاری بکنه، فوقش بریزه به خونها یا تیراندازی هوایی کنه غیره، و این به این معنی است که 24 ساعته باید این نیروهاشو نگه داره در صحنه، در حالی که شب بسیار امن‌تر برای مردم و بسیار سخت‌تر برای نیروهای آدمکش جمهوری اسلامی که کارشون رو بکنن. به همین خاطر این زمینه رو فراهم می‌کنه که ما با قدرت بیشتری، با تعرض بیشتری در روز دست به تظاهرات بزنیم، و نه فقط تظاهرات بزنیم، این حرکت باید با اعتصاب ها همراه بشه، اعتصاب کارگران، اعتصاب کلیه کارکنان در اون مملکت. اینها قدمای اولی که انقلاب بعدی که انقلاب برمی‌داره. در مصر هم همینطور بود، در مصر هم اعتصابات کارگری قبل از افتادن مبارک شروع شد و هنوز هم ادامه داره با خواستای برحقی که دارن. بنابراین منظور من به هیچ وجه این نیست که تظاهرات شبانه میتونه کارو تموم کنه. با توجه به شرایط امروز و با توجه به قدرتی که امروز مردم دارن و آمادگی که رژیم از نظر نیروهای اوباشش به خودش داده، به نظر من تظاهرات شبانه تاکتیکی که به نفع مردم کاملا میتونه عمل کنه و به ضرر رژیم. در این حال این روزها هست، همین الان هم تظاهرات روزانه هست، مردم به سیاق انقلاب 57 حالا دارن شب 7 چله و غیره رو برای جانباختگان سازمان میدن. این ادامه پیدا میکنه، ولی تضمین این که همین حرکات روزانه قوی تر، یک پارچه تر و سرسری تر باشه، به نظر این هست که با طریق شعارگویی ها و شعارنویسی های شبانه این روحیه رو بالا ببریم، این شرط رو تقویت کنیم، و از این نقطه نظر به نظر من خیلی مهمه این عمل. خیلی کوتاه، چون وقتی برنامه‌مون زیاد نمونده، در رابطه با حزب، متشکل شدن در حزب و نقش حزب هم بگیم. ببین نقش حزب همین چیزی که الان ما داریم ایفا میکنیم. نقش حزب اینه که به مردم بگه که چه بکنید،
ما فکر میکنیم راه چطوریه، ما فکر میکنیم چطوری باید پیش رفت، و فراخوان اون در ضمن این هست که تماس بگیرن باید جوانهای محلی که به خصوص گفتم در محیطای کار، در کارخونها، در بخش مختلف جامعه، معلمان، اینا در اینا بخشی از جامعه هستن که سابقه مبارزات طولانی دارن و حزب ما در خیلی از نقطه اوجای مبارزات، مثلا در مبارزه معلمان یا دانشجویان یا کارگران با اونا بوده، همراه بوده. فراخوان من این هست که با حزب مستقیما تماس بگیرن، راهنمود بخوان، و مسلما ما بسیار راهنمودهای عملی داریم که میتونیم با تماس مستقیم با اونا در میون بگذاریم. بله، حمید تقوایی عزیز خیلی متشکر که خواهش می‌کنم جواب این سوالا رو داد.